روز شما به خیر باشه دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید. بریم کار خودمون ادامه بدیم. با صفحه 179 یه صفحه رفتیم جلوتر با کتاب اونیزی شرطقای هستید و با من سعید همراهی میکنید. بریم ببینیم جریان کمپین چی هستش، یا کمپین خب از انگلیسی میاد، کلمه کمپین هم از انگلیسی میادش، یعنی draußen in freier Natur übernachten، Zelt aufschlagen، همچین چیزی هستش. اصطلاح آلمانی نداره تا اونجایی که من میدونم، از همین کمپین استفاده میکنن. Wer in freier Natur übernachten möchte، یعنی همین کمپینگ میخواد بکنه، also wer in freier Natur übernachten möchte، sollte sich vorher darüber informieren، ob es erlaubt ist، dort zu campen. سوال بکنه که آیا قبلش اونجا، سوال بکنه که آیا اجازه است اونجا کمپینگ انجام بده یا نه، یعنی حالا یا چادر بزنه یا ماشینشو بذاره خلاصه بیرون، آتیش روشن بکنه. از این برنامه آتیش روشن کردن اجازه نیست. Wer die Natur hautnah erleben möchte، ما میگیم چی؟ hautnah یعنی رو پوست خودش، hautnah یعنی wirklich sehr eng، also was auf meiner Haut liegt ist ja auch eng. Also wenn die Natur eng erleben möchte, hautnah erleben möchte, ohne einen Campingplatz aufzusuchen, بدون اینکه دنبال یه دونه کمپینگ‌پلاس بگرده، sollte sich davor eingehend informieren. حتما باید gründlich، اساسا قبلش باید بره خودش رو اطلاع جمع بکنه. Also sollte sich davor eingehend informieren. ob in der Gegend Wildcampen geduldet wird. حالا من از کلمه Wildcampen استفاده کردم. خب اگه شما اجازه نگیرید برید کمپینگ بزنید بهش میگن Wildcampen، یا اونجایی که اجازه نیست Wildcampen، کمپینگ بهش میگن، یا جریمه هم داره. Wild مثل Wild انگلیسی میمیسن. به معنی وحشی نیستش اینجا، یعنی بدون اجازه خارج از کمپینگ پلاس، خارج از سلت پلاس شما کمپینگ بکنی بهش میگن ویلد کمپن، بدون اجازه مثلا توی ناتور شوتس گپیت. خب از این دیگه این ویلد کمپینگ گدولدت ورد. جور دیگه هم میتونیم اینو بعد از کما رو جور دیگه هم میتونیم بگیم، میگیم اوب داس کمپن فربوتن است اودر داس کمپن اون ارونشت است. از ما بین فبوتن اون ارونشت هم میتونیم، تقریبا هر دوتا یه معنی داره، این شدیدتر فبوتن ممنوعه، اون ارونشت ما نمیپذیریم، قبول نمی کنیم، دوست نداریم این کارو بکنیم. محترمانه یعنی میگن نکنید دیگه، ممنوعه دیگه. راوخن است هیر این اونزن رویمن اون ارونشت. کسی نمیخواد از کلمه فبوتن استفاده بکنه که شدید باشه، توهین‌آمیز باشه، از اون ارونشت استفاده میکنه و امید داره که طرف مقابلش فهم و درک داشته باشه واسش که wenn ich sage es ist unerwünscht lass es bitte tu es nicht eingehend یعنی هم gründlich ausführlich. اوکی جمله بعدی که میتونیم بگیم wer die nacht unter den sternen verbringen möchte und sich die kosten für eine herberge sparen möchte. خب اینجا übernachten گفته، ما میگیم unter Sterne verbringen möchte und die Kosten für eine Herberge sparen möchte، میخواد خرج یه دونه خوابگاهی جایی که بره بخوابه میخواد صرف جویی بکنه. sollte vorher sich von den örtlichen Behörden über die Auflagen aufklären lassen. چیکار این آدم باید چیکار بکنه؟ باید قبلش اجازه بده که بهش آگاهی داده بشه به وسیله örtliche Behörden، به وسیله مامورای مثلا اونجایی که حالا مثلا پارکبان هست، نمیدونم باغبان هست، نه باغبان نه باغ وحشبان هست، یه محیط وحشبان، از این بانبان زیاد داریم فارسی، یکی از این بانها، یا مثلا از اداره توریستیک سوال بکنه که خلاصه اونجا اجازه هست یا نه. اصلا sich aufklären lassen. mein Gott، حالا من سر این örtliche Behörden گیر کردم، örtliche Behörden زیاد مهم نیستش. also man sollte sich vorher von jemandem aufklären lassen oder von jemandem über eine Sache aufklären lassen. das wollte ich sagen eigentlich. این پیام مهم تری هستش.
هربرگ به معنی اونترکومفت و کوارتیر، کوارتیر هم میتونید استفاده بکنید. این کوارتیر یعنی یه جایی، محلی. بله، محلم میتونه معنی بده کوارتیر. کوارتیر، بله. به هربرگن نمیدونم داشتیم تو ویدیو قبلی یا نداشتیم، بالاخره من حالا نوشتم. به هربرگن یعنی یمنتن وایسیش über نختن لسن. یه سقف دادن برای به سر به کسی، هربرگ دادن. یمنتن این دخ über den کف geben، das habe ich ja aufgeschrieben. Auflagen, Auflage, ah ja, behördliche Auflagen, über die Auflagen. Auflagen به معنی این نیست یه چیزی رو رو میز قرار گرفته یا پتو یا رو تختی. This is auch eine Auflage. ولی اینجا به معنی بشتیمونگ هستش، انوردنگ و ریگل، یعنی قوانینی هستش که دولت میذاره اون چیزا. اوکی؟ اون بالا گفتم راجب ویلد کمپینگ صحبت کرده بودم. ویلد کمپینگ، بریم ببینیم ویلد کمپینگ چی هستش. Als Wildcamping wird das Übernachten von Personen in mobilen Unterkünften wie Zelten, Wohnungen oder Wohnmobilen abseits von ausgewiesenen Campingplätzen, Campinganlagen und Stellplätzen bezeichnet. Schon wieder Amtsdeutsch. Das ist so richtig, richtig, richtig Amtsdeutsch. Ich, übel. Okay. اینجوری آلمانی امسلوی صحبت میکنن. چی میگه؟ میت به بزاشنت اسمش گذاشته میشه. از ویلد کمپینگ ویلد بزاشنت وی ویلد دست بزاشنت ویلد حالا اکوزاتیف میاد ویلد دست اوبنختن بزاشنت اوبنختن فون وین فون پرزونن و این موبیلن اونترکنفتن و وی این زلتن او در وون واگن اب چی یه دونه وای دیگه هم آورده. ابزایز فون اوسگویزنن کمپینگ پلتسن اون شتر پلتسن. پس میبینید یه دونه فعل، یه اکوزاتیو، یه کلی هم سوال توش مطرح میشه. فون ویم، وی، وو، اون زو وایت اون زو فورت. دا کان من ایویگ لانگ زتسه بیلدن. مادش. بیلد این زایتن. Bemerkt, wird in Zelten übernachtet, spricht man häufig auch von Wildzelten. Also eigentlich Camping, wo man Campingplatz nicht hat, wo man mit Chador schläft, wird man Wildzelten genannt. Also Camping war ein Ding, das heißt, dass man mit einem Maschine Campingwagen oder mit Karawane tun, oder was ist das? Mit einem Wohnmobil tun, wo man schläft. Weil Wildzelten müssen wir morgen mit Chador bedanken. باز دوباره تمایز گذاشته در اون آلمانی دقیق میخواد بگه ویلد زلتن داریم اون ویلد کمپین داریم. اوکی، آخه اینجوری هست در آلمانی شما رو بره پلیس دستگیرتون بکنه، گیرتون بیاره بگه اینجا ویلد کمپین ممنوع هست، شما میگین ایک هم داخت نیست که کمپ تیه، ایک هم نور این زلت آفگشلاگن دست ایسی ها زلتن ویلد زلتن آخ فربوتن. اینجا نوشته فقط ویلد کمپین از فربوتن. ایک هم نور گزلتت. باز رو شروع میکنن بحث کردن و فلان اینا که جریمهشون رو ندن. به این خاطر میگن که خب ویلد زلتن هم ممنوع هستش، باید اونجا موس ایندویتیش گشریبن زن دست ویلد کمپن و ویلد زلتن فربوتن است او ده دست انتونتن فون افنن فایر اونزا باید اونزا فورد. اوکی دوستان عزیز، کوتاهش کنیم، زیاد صحبت نکنم. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید. روزتون بخیر باشه.